بچه ها فقط حواستون باشه که به جای بسیار حساس عمل داریم میرسیم. واقعا زربان قد شد. دستگاه شکو بیا آماده است؟ کجا باید بزن؟ همینجا. سریع آقا سریع یه دونه دیگه. مریض رفت. بله، همونطور که ملاحظه کردید تیم جراحی دولت همه ی تلاشش رو کرد، ولی متاسفانه بر اثر خطای پزشکی بیمار در همون ثانیه های ابتدایی عمل رفت تو کما. اقتصاد ما اقتصاد بیماری، سالهای سال مردم دارن این بیماری رو لمس میکنن. بله، اقتصاد ما بیماره. عملی تر بخوام بگم اقتصاد ما دوچار باد فتخه، اونم از نوع وخیم. برای همین هم هست مدت هاست ارزش پول ملیمون تخماتیک شده، کیفیت خودروهامون تخماتیک شده، وضعیت مسکن، اشتغال، بیکاری، خلاصه همه چی تخماتیک شده و دیگه کاری از دست پرپکان بر نمیاد. تورم بد جور به بیزه های تولید و صنعت آسیب زده. اجازه نمیدید که هیچ وقت انشالله تا من زنده باشم اجازه نخواهم داد که مردم دچار آسیب از این گشت بگید. انا لله و انا علیه راجعون. اگر انگوز من بودی یا رفدی، اگر که پرپکان بودی یا رفدی، با این مرغ کیلویی 60,000 تومان و نون دونهی 10,000 تومان و روغن 100,000 تومانی دیگه قطعاً مرده که گذاشته مردم دوچار آسیب بشن. پس اینی که داره هنوز این بر اون بر پرسه میزنه کیه؟ یعنی روح سرگردانشه که بازم رفته رو مخ مردم؟ آی رئیسی صبح امروز با حضور در یکی از مراکز اصلی توزیع مرغ و گوشت جنوب تهران در جریان وضع توزیع کالاهای اساسی و مشکلات این امر قرار گرفت. پس بی زحمت حالا که تا اونجا رفتی دیگه این دفعه خودت به مرغا و گاو و گوسفندای توی یخچال دستور بده که نذارن قیمتشون بره بالا، بلکه فرجی شد. چون به وزیر وزرا که هرچی دستور دادی فایده ای نداشت. دیگه امیدمون فقط به گاو و گوسفنداست. رئیس جمهور به تیم اقتصادی دولت: مراقب جفت‌سازی ها برای افزایش قیمت ها باشید. آها، تیم اقتصادی داره پس. اوکی. من واقعا واسم سوال پیش اومده بود رئیس جمهور عزیزمون یه نفره چجوری تا 7-8 ماه با این وسعت هر زده به کل کشور. نگو دست تنها نبوده، کار تیمیه. خداییش با یه دونه معده و یه دستگاه گوارش اصلا نمیشه این همه تپه کاش. سوراخ کمکی لازم داره. معاون اول رئیس جمهور امروز از چند فروشگاه در اسلام شهر بازدید کرد. روغن هم نداری ها؟ روغن داریم، زحمت کردیم خیلی. برنج والله الان 45 داریم، 48 داریم. والا منم با 10 تا دوربین و 2 جین خبرنگار و 7-8 تا مامور برم توی سوپرمارکت محله واسه خرید، طرف و طرز جونشم نه تنها جرأت نمیکنه گرون بره که یه آف 70% هم میزنه رو جنساش. آقای محمدی، ما انتظارم از شما چیز دیگه بود. فروشگاهاتون نه قند دارن، نه شکر دارن، نه روغن دارن. الان یعنی مشکل مملکت اینه که آقای محمدی تو فروشگاهش روغن نداره؟ ابله، همه چی هست مون تا کسی پول نداره بخره. البته حالا باز خدا رو شکر ایشون به جای بازدید از روند افزایش قیمت‌ها نرفته بازدید از روند افزایش جمعیت، وگرنه الان زنگ می‌زد آقای محمدی به جای قند و شکر آمار تلمبه‌هاشو می‌گرفت. وقتی ما یک قلم تو چیزتون نیست، حالا یک قلم تو چیز ایشون نباشه خیلی مشکلی پیش نمیاد. 1000 قلم چیز تو چیز 80 میلیون آدم کردید مگه چیزی شد؟ ببین، شب مثلا آدم می‌فرستم اینجا، باید اینجا روغن باشه ها. قرار دعوا گذاشت. مرد میدون به این میگن ها. البته چال میدون ایشون نشون داد که این دولت هم دولت انقلابیه هم دولت اندلاتی. به نظر من رئیس جمهورم با فردا یه نامه رسمی بزنه و توش فحش خار مادر بذاره واسه هر کی جنس نیاره تو فروشگاهش، و خدا شب نشده خود یارو میاره دم خونه. اینم سنده. همه روغنا رو این گنده میگیره. همه روغنا مال منه. خب اینا واقعا این همه روغن رو لازم دارن؟ بالاخره با یه چیزی بعد خودشونو چرب کنن که حرفاشون بره تو سوراخ گوش مردم یا نه. رئیس جمهور نقش مردم رو در همراهی با اجرای طرح ملی مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها ستودنی توصیف.
حالا اسمش خیلی فرقی نداره چی باشه، هدفمند کردن یارانه ها، مردمی کردن یارانه ها، عادلانه کردن یارانه ها، در نهایت فقط اون کردنش نصیب مردم میشه. امروز خبرنگار ما به فروشگاهی رفته و پیگیر شده ببینه با یارانه واریز شده چه کالاهایی میتوان خرید. دیدم میتونن با یارانه شون علاوه بر 4 کالای اساسی کالاهای دیگه هم خرید کنن. این برنجی که ما برداشتیم 10 کیلویه، توی یک ماه 10 کیلو برنج نمیخوریم 3 نفر. بله خب این تشریحیه، اینو اجازه بدین تشریح کنم براتون. همونطور که میبینید خبر به مال رسانه ملی مال به دست، یه سری از فک و فامیلای آقای جهیزیه و بلال فروشه رو برده خرید که نشون بده با یارانه همه چی میشه خرید. حالا در نظر بگیرید که اینا جای پوشش اعتراضات مردم داره پخش میشه، مال کشی داره خوب پیش میره تا دم صندوق. تخم مرغ 20 عددی 37 تا 700، شیرشون 9900، پنیر 25، ماکارونی رشته‌ای، روغن سرخ کردن، جمع مرغشون شد 284. ای 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 چرا قیمت ماکارونی و روغن رو کات کرده بودن؟ خانم فقط قیمت اینا رو نگفت ولی رو تصویر نوشته بوده. چرا؟ نکنه شاید قیمتش مال قبل افزایش بوده و این گزارش مالکشانه قبلا ضبط شده. نه بعید بدونم، محاله. رسانه مردمی ما که کارش کنار مردم بودنه، محاله بیاد واقعیت رو پنهان کنه. من میدونم یه ضرب میان میگن ما دوست نداریم شما هم نخورید. اصلا ماکارونی نمیخورده شاید، حالا منم خیلی دوست ندارم چون خمیره. بابا یه چیز دیگه میخوره آدم. خب تو بیا اینو بخور. یه چیز دیگه بخورن؟ چی بخور؟ ماکارونی که خمیره، نونم که آرده، ماهی هم که بوی زهر میده، مرغام که همه هورمونی هن، گوشت قرمز هم که نقرس میاره، زرد تخمه مرغم که واسه کبد بده. واقعا الان دیگه وقتش یه طرح فتوسنتز ملی اجرا بشه، مردم رو وادار کنن جای صبونه و نهارشام روزی 3 وعده لخشم برن تو باغچه زیر آفتاب، نور خورشید رو تبدیل به غذا و اکسیژن کنن. اینجوری واسه آلودگی هوا بهتره. با توجه به اینکه شرایط هوا در شرایط بسیار ناسالم هست، تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات برای روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت ماه تعطیل اعلام شد. فکر کنم ما تنها کشور جهان باشیم که همه چیزمون هوشمنده، حتی آب و هوامون. دقت کنید به همین شاخص آلودگی، همه جای دنیا با افزایش آلاینده‌ها شاخص آلودگی میره بالا، اما اینجا با افزایش اعتراضات، یعنی ذرات معلق میرن قایم میسن یه گوشه ببینن کی اعتصابی چیزیه، همون موقع زرتی میپرن بیرون. اولا که ابی جان خیلی وقت کامل رها کرده دیگه، بوش چش همه رو کور کرده. دوما رئیسی حیا کن، واقعا سطح توقعاتون از مسئولین به شکل غیر منطقی رفته بالا. حیا واقعا از کسانی که از یه طرف میگن کرونا رو شکست داریم، از یه طرف دیگه میگن به خاطر کرونا کسی نره ورزشگاه، انتظار چیزی اسم حیا داریم؟